سلام بینندگان گرامی، امروز جمعه 17 ایول است، ساعت به وقت پراگ 10. حالا فرصت نشر سرخط خبرها فرا رسید که در عمل خود به یک نشر خبری تبدیل یافته است. من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و خاطر نشان می کنم که برنامه اخبار آزادی ساعت 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیم نشر می شود و ثبتش را هم می توانید آنجا ببینید. سپاسگزار هستیم که ما را همراهی میکنید. و حالا با یک خبری خوش میخواییم سرخط ها را آغاز کنیم که تا آخر ماه ایول پروازهای چارتری میان مسکو و دوشنبه هر روز انجام داده خواهند شد. آژانس خبری از پلوس تکیه به منبع خود در حکومت تاجیکستان در این باره اطلاع داده، گفته است روسیه برای انجام پروازهای الهوگی چارتری اجازه داده است. اما فروش بلیت به هواپیما تنها طبق رویخط ترتیب داده سفارت تاجیکستان در روسیه فروخته می شود. بجز از مسکو، پروازهای چارتری از دیگر شهرهای روسیه نیز انجام داده می شود. شرکت تاجیک ایر در صفحه رسمیش خبر داده است که ساعت 3:17 ایول از شهر یکترینبورگ روسیه به دوشنبه پرواز انجام داده می شود و مسافران را از روسیه به تاجیکستان می آورند. شرکت سامان ایر هم امروز پرواز چارتری در خط سیر استانبول دوشنبه انجام می دهد و مسافران درمانده را به تاجیکستان می آورد. پروازهای منتظم هواپیماها از خارج به تاجیکستان هنوز بسته است و شرکت های تاجیک ایر و سامان ایر برای بازگردانی شهروندان در خارج درمانده پروازهای چارتری انجام می دهند. اما در عموم پروازهای منتظم بین المللی به تاجیکستان هنوز نیست. بیننده ارجمند، در صورت باز شدن سرحدها آغاز پرواز منتظم هواپیماها ما به شما فوراً اطلاع می دهیم. چند نفر از خیرخواهان با 106 نفر مهاجران تاجیک که نزدیک به 20 روز در نزد گذرگاه مشتکاوا انتظار بازگشت به تاجیکستان کمک های غذایی آوردند. شام دیروز مهاجران پس از چندین روز انتظاری و نیم گرسنگی آش پخته استعمال کردند. ما با چشمان خود دیدیم که آنها دکای آش خود را آنجا گذاشته بودند. در چند پارچه نوار ویدیویی که مهاجران از مشتکاوا به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که مهاجران از ماشین باربر مواد غذایی از جمله کارتوشکا و پیاز و آب آش آمدنی را می فرارند. در میان مسافران تاجیک 6 نفر زنانند که 3 نفر آنها حامله دارند. کنسولگری تاجیکستان از اوفا به مهاجران پیام داده است که آماده است مهاجران سن سالشان از 50 سال بالا و زنان را به پروازهای چارتری شامل کند، در صورتی که آنها از حساب خود چپته هواپیماها را خرند. اما زنان میگویند پول کافی برای خرید چپته ندارند. این در حالی است که ازبکستان شهروندان خود را که در ولایت های سماره و ارینبورگ در مرز روسیه با قزاقستان درماندند به وطن برگردان. کنسول ازبکستان مهردین خیردینوف به خبرگزاری فرغانه گفته است بیشتری درمانده ها مهاجران کاری بودند که در نتیجه همگیر شدن کرونا ویروس به جای کار مانده نتوانستند سری وقت به وطن برگردند. 15 ایول توسط قطاری نخستین 700 ازبکستانی به وطن انتقال یافته، روزی 16 ایول مهاجران باقی فرستاده شدند. جمعا از 2500 ازبکستانی 2100 نفر توسط قطاره به وطن برگردانیده خواهند شد. بیش از 400 ازبکستانی دیگر که با ماشین های خود در مرز روسیه با قزاقستان جمع شده بودند راضی نشدند توسط قطار برگردند. در شهر دوشنبه تخریب بنای حکومت، بنایی که در دوران شوروی قرارگاه حزب کمونیست بود، آغاز یافت. کمیته معماری و ساختمان میگوید در جای آن بنای نوی حکومت ساخته می شود. با گفته کمیته، بنیاد بنای نوی پارلمان تاجیکستان و حکومت کشور روزهای نزدیک در آغاز خواهد شد. در این باره جمشید احمدزاده رئیس کمیته معماری و ساختمان کشور امروز ضمن یک نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفت متخصصان یک مرتبه آمدند و پندیمه کمی مانع شد، اما روزهای نزدیک ساختمان آن آغاز می‌گردد. احمدزاده افزود بناها با کمیش دوام 3 سال طول خواهد کشید، زیرا بناها خیلی با حشمت می‌باشند. بناها بسیار کلان است. مساحت بنا از 42 تا 44 هزار متر مربع که از تا 3-4 سال را در بر می گیرد و به صفت نیز اهمیت زیاد می دهیم، گفت احمدزاده. و یفزود بنیاد این بناها از سوی چینی ها صورت می گیرد و بر اساس گفت و شنید باید 80% کارمندان محلی باشند. برای ساختمان این بناها چین 1.5 میلیارد یوان کمک بی بازگشت داده است. جزئیات این کمک چین و تاجیکستان روشن نیست و بسیار سوال ها تا هنوز به جوابند.
بنای پارلمان در شفت خیابان رودکی بنیا شده، در قسمی پیش آن گلگشت با فواره ها، راه و پیراه ها به نقشه گرفته شده است. بلندی بنای اساسی 49.7 متر با نظرداشت گنبد 70 متر خواهد بود. دادگاه ناحیه شامنصوری پایتخت یک جوان 26 ساله را با جرم دزدی برای 5 سال روانه زندان کرد. طبق اطلاع دفتر مطبوعات دادگاه، شهروند در غارت مغازه اکسکلوزیو واقع در کوچه دوستی خلقی پایتخت متهم می شود. منبع می گوید متهم ساکن پایتخت بوده، 27 فوریه سال 2019 از جانب همین دادگاه به مهلت 4 سال روانه زندان شد. 25 اکتبر سال 2019 طریق اف آزاد شده است. دفتر مطبوعاتی دادگاه میگوید سود شده سنه 5 اپریل 2020 تخمیناً ساعت‌های 2:30 دقیقه شب در مغازه اکسکلوزیو را شکسته، از داخل آن لباس‌های مردانه در نمود پایافزال، کلاه، پیجک، لباس ورزشی، شیم، مایکا، کورتا و تسمه را با طریق پنهانی تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. محکوم شده به مبلغ 150 هزار سومان لباس را ربوده است. مقامات تاجیک میگویند پندمی کرونا ویروس به بخش نقلیات و بارکشانی تاجیکستان ضربه جدی زده است. وزیر نقلیات میگوید با شروع پندمی حجم بارکشانی کم شد، کارگران شرکت های چینی رفتند و تعمیری راه ها به تاخیر افتاد. خدایار خدایارزاده وزیر نقلیات روز 15 ایول ضمن نشست خبریش در دوشنبه گفت ضرر اساسی بیماری کووید 19 پندمی این به تاخیر افتادن کار در طرح‌های بخش نقلیات است. از جمله وزیر نقلیات گفت با پنجشنبه کرونا ویروس تعمیر راه دوشنبه باختر به تاخیر افتاده است. بخش اول این راه که دوشنبه را به مرکز ولایت ختلان پیوست میکند باید ماه اکتبر امسال بعد از تعمیر به استفاده داده میشد. اما وزیر نقلیات میگوید کارمندان شرکت های چینی که پدرچی اساسی بودند و کشورشان رفتن نمیتوانند به تاجیکستان برگردند و گفته خدایار خدایارزاده به جز از تاخیر طرحها در دوره پندمی حجم بارکشانی هم به مراتب کمتر شده است. طبق آمار وزارت نقلیات تنها در 6 ماه امسال از حساب بارکشانی بین المللی ساحه نقلیات 132.2 میلیون سامان ضرر دیده است. درآمد از بارکشانی طریق قطارها نیز و گفته وزارت نقلیات از 12 میلیون تا 5 میلیون سومان کم شد. بینندگان ارجمند، ما هر لحظه خبر حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک آدنا کلاسیک همراهی کنید. خدا نگهدار.